تا نشست تاریخی رهبران کره جنوبی و کره شمالی چند ساعتی بیشتر نمانده است این نشست در ماه می یا اوایل جوان با دیدار پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دنبال خواهد شد کوین نا از بخش فارسی صدای امریکا که به سئول سفر کرده از چند تن از کارشناسان برجسته کره جنوبی پرسیده آیا میتوان به کیم جونگ اون اعتماد کرد پاسخ این سوال در گزارش پیشرو از این تانک های آمریکایی که در مرکز شهر سئول پارک شدند به خوبی محافظت می شود تا آنها داستان جنگ کره و ورود یگان های زرهی آمریکا به این خیابانها را بازگو کنند. آمریکا در جنگ علیه کره شمالی به سازمان ملل متحد و کره جنوبی کمک می کرد. در تابستان 1950 نیروهای زمینی آمریکا فقط سی مایل قبل از رسیدن به سئول وارد عمل شدند و نبردی را آغاز کردند که در نتیجه آن نزدیک به 34000 سرباز آمریکایی کشته شدند. با بالا گرفتن جنگ آمریکا تانکا و جنگ افزارهای سنگین بیشتری را به جنگ کره فرستاد سرانجام پس از سه سال جنگ بسیار شدید با یک پیمان ترک مخاسمه تانک ها نیز متوقف شد تانک پشت سر من تانک آمریکایی ام 4 شرمن این یکی از مجموع بیش از 500 دستگاه تانک شرمن آمریکایی است که بیش از 65 سال پیش علیه تانک های کره شمالی در جنگ شرکت کردند بسیاری از مردم را درک نمی کنند که امروز با گذشت 65 سال تانک های آمریکایی هنوز اینجا در کره جنوبی در حال آماده باش هستند. دو سال پیش مردم کره جنوبی شاهد جابجایی بیش از 100 دستگاه تانک آمریکایی از مرز کره شمالی به اردوگاه هامفریز بودند. این پایگاه که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از این کشور و تقریبا به اندازه واشنگتن دی سی است در فاصله 60 مایلی مرز کره شمالی قرار دارد و در صورت وقوع یک حمله از تیررس توپخانه کره شمالی خارج خواهد بود. نظامی شده ترین مرز جهان همچنان یک منطقه جنگی و بسیار پرتنش است. پس تعجب ندارد که نشست آینده بین دو کره در سراسر جهان به دقت زیر ذره قرار دارد و موضوع مذاکره پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر ژاپن نیز بوده است. و آنها جهت گفتگو درباره پایان جنگ دعا میکنم. مردم نمیدانند که جنگ کره هنوز پایان نیافته است و همچنان ادامه دارد. آنها درباره پایان جنگ گفتگو می کنند. آنها در صورت اصول توافق قطعا از دعای خیر من برخوردار خواهند بود. ولی آیا وقتی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با مون رئیس جمهور کره جنوبی و سپس با پرزیدنت ترامپ به مذاکره می نشیند آیا می توان به او اعتماد کرد ما این پرسش را با چندین تن از کارشناسان برجسته کره جنوبی در میان گذاشتیم آیا کره جنوبی، ایالات متحده یا جامعه بین المللی می توانند به کیم جونگ اون اعتماد کنند؟ فکر نمی کنند. کیم در این برهه زمانی اعتبار اندکی دارد. هیچکس نباید صرفا بر اساس سخنان کیم جونگ اون سیاست گذاری کند. او گامهایی را برداشته و گفته است که نخست مکان های آزمایش های را تعطیل خواهد کرد و سپس همه آزمایش ها را متوقف خواهد نمود. ولی او باید به جای حرف زدن در مورد آنچه که میخواهد انجام دهد این را در عمل به ما نشان دهد مسئله اعتماد یا عدم اعتماد شما به کیم جونگ اون نیست مسئله توانایی یا ناتوانی کیم برای کنار گذاشتن جنگ افزارهای هسته ای حتی با وجود تمایل شخصی خود اوست او چگونه میخواهد این موضوع را در قانون اساسی لحاظ کند؟ کره شمالی امروز زرادخانه ایش را گواهی بر مشروعیت و نماد اقتدار خود می داند. بسیاری معتقدن که تعامل با کیم جونگ اون کار ساده ای نیست شاید به نظر برسه که قدرت را از پدرش برس برده اما وقتی دقت کنید اقدامات هوشمندانه انجام داده و تصمیمات جسورانه گرفته ما باید شخصیت او را بررسی و مهمترین که مکان و چگونگی پرورش او را تحلیل کنیم به گفته کارشناسان باید منتظر ماند و دید که آیا کیم جونگ به عهد خود پایبند میماند یا نه اما یک موضوع قطعی است جهان امیدوار است که نشست های تاریخی پیش رو سرانجام بر یک مناقشه 65 سال نقطه پایان بگذارد گزارش کوین نا بخش فارسی صدای آمریکا سئول